به نام خدا خوش اومدید به کانال فارماسیوتیکال ساینس امروز میخوام در مورد داروی خواباور تریازولان با اتون صحبت بکنم و یه سری اطلاعات و توضیحاتی رو در مورد این دارو بهتون بدم خب توی قسمت اول که قسمت اینترودکشن این دارو یا معرفی این دارو باشه اسم این دارو تریازولام هستش و با نام تجاری هالوسن توی داروخونه ها به فروش میرسه کلاس این دارو جز داروهای بنزو دیاز پاینی هستش و این دارو متعلق به گروه بنزودیازپاین هستش یوز این دارو هم به عنوان اینزومنیا یا رفع مشکلات خواب از این دارو استفاده میشه توی قسمت بعدی که مکانیزم آف اکشن یا نحوه عمل کرده این دارو توی بدن باشه خب این دارو مثل بقیه داروهای بنزو دیاز پایینی مثل آلپرازولام دیاز پام یا کلور دیاز پوکساید. وقتی که این دارو مصرف میشه این دارو میاد متصل میشه به رسپتورهای خودش که رسپتورهای بنزو دیاز پایینی هستن و این کار باعث فسیلیت شدن یا تسهیل اتصال گابا به رسپتورهای خودش میشه و همچنین باعث افزایش فعالیت گابا توی بدن میشه خب خود گابا هم به عنوان نورو نوروترانسمیتر توی بدن فعالیت میکنه و با نام گاما آمینو بوتریک اسید شناخته میشه و وظیفه انتقال پیام های عصبی رو توی بدن بر عهده داره و خب بعد از اینکه گابا به رسپتورهای خودش متصل میشه باعث باز شدن کانال های سلول میشه با باز شدن کانال های سلول یون کلوراید وارد سلول میشه و باعث نگاتیو شدن سلول میشه و به اصطلاح علمی هایپرپولاریزیشن اتفاق میفته و در ادامه باعث CNS ان میشه یا فعالیت دستگاه عصبی مرکزی رو سنترال نوروس سیستم رو کاهش میده و باعث ایجاد یک حسی مثل خواب یا حس آرامش میشه توی قسمت بعدی که قسمت فارماکوکاینتیکس این دارو هستش با اویلیبیلیتی این دارو 44 تا 53 درصد هستش و به عنوان فراهم زیستی شناخته میشه بایو اویلیبیلیتی آن اف اکشن این دارو یعنی زمانی که این دارو شروع به اثر توی بدن شما میکنه 15 تا 30 دقیقه طول میکشه پیک پلاسما تایم این دارو یا زمانی که این دارو به کانسنتریشن به ماکسیمم کانسنتریشن یا ماکسیمم غلظت خودش توی بدن می توی پلاسما میرسه یک تا دو ساعت هستش متابول متابولیسم این دارو توسط لیور یا کبد انجام میشه تحت آنزیم سایتوکروم پی 450 و هالف لایف این دارو یک و نیم تا پنج و نیم ساعت هستش یا نیمه عمر ای این دارو اکسکریشن این دارو هم توسط یورین انجام میشه و داروی تریازولام توسط ادرار از بدن دفع میشه توی قسمت بعدی که قسمت دوزش فرم این دارو یا اشکال داروی این داروی تریازولام باشه خب به صورت این دارو به صورت تبلت ها یا قرص های 25 میلی گرم و 125 هزار میلی گرم توی داروخانه ها موجود و در دسترس هستش که میتونید تهیه و استفاده بکنید توی قسمت بعدی که قسمت دوز کانسابشن یا دوز مصرفی این دارو هستش خب این دارو همون جوری که گفتم به عنوان رفع مشکلات خواب یا بیخوابی ازش استفاده میشه و قبل از اینکه شما وارد تخت خواب و وارد رخت خواب بشین 25 صدام میلی گرم شما میتونین از این به عنوان یک تبلت 25 صدام میلی گرمی قبل از رفتن به تخت خواب ازش استفاده بکنید و حواستون باید باشه که این مقدار دوز از نیم میلی گرم قبل از رفتن به تخت خواب بیشتر نشه که باعث افزایش عوارض جانبی این دارو میشه توی قسمت بعدی که قسمت آلترنتیو دراگ داروهای جایگزین داروی تریازولام هستش خب دیازپام هستش آلپرازولام هستش کلور دیازپوکساید و تمازپام هستش که این داروها به عنوان داروهای جایگزین داروی تریازولام استفاده میشن و من همه این ویدیوهای این داروها رو ساختم و براتون توی دیسکریپشن هم این بالا میذارم که بتونید ازشون استفاده بکنید توی قسمت بعدی قسمت ادورس effect یا عوارض جانبی این دارو باشه خب توی قسمت اول هدک یا سردرد رو این دارو به عنوان عوارض جانبیش به همراه داره دروزینس حالت خواب خواب توی قسمت بعدی دیزینس حالت سرگیجه و منگی نروسنس حالت استراب لایت هدتنس یا سبکی سر و کانفیوژن هم حالت گمراهی سرگیجه خب توی قسمت وارنینگز یا اختارهای مصرف داروی تریازولام که باید در موردش بهتون بگم خب این دارو رو نباید زمانی که میخواین رانندگی بکنین مصرف بکنین چون که به خاطر حالت دروزینس یا حالت خوابالودگی و دیزینس حالت سرگیجهی که با خودش به همراه داره ممکن که خدایی نکرده برای شما مشکلاتی رو بر... برمقام بیاره و مشکلاتی رو برای شما به وجود بیاره توی قسمت بعدی که قسمت دوم وارنینگ هستش خب این دارو برای افرادی که دچار افسردگی یا بیماری افسردگی هستن حتما باید با احتیاط و تجویز پزشک مصرف بشه و این قسمت بعدی هم این که به صورت خودسرانه دوز این دارو رو برای اینکه راحت تر یا بیشتر بخوابین افسایش کاهش ندیم و حتما حتما به پزشک مراجعه بکنین برای افسایش کاهش این دوز مصرف داروی تریازولا و توی قسمت آخرم حتما برای اینکه میخواین مطمئن بشین زمانی که این دارو رو مصرف میکنین میخواین 7 تا 8 ساعت استراحت بکنین و بخوابین در غیر این صورت چون اینکه این دارو توی بدن باقی میمونه حالت خواب و گیجی رو با خودش به همراه میاره و است که برای شما آزار دهنده باشه و توی قسمت آخر که قسمت پرگننسی ان یا قسمت بارداری و قسمت شیردهی هستش توی قسمت پرگننسی کاتگوری یا ردبندی مصرف این دارو در زمان بارداری خب این دارو توی ردبندی x قرار میگیره و من مصرف هستش در زمان بارداری و توی قسمت لاکتیشن این دارو خب این توی قسمت لاکتیشن یا قسمت شیردهی هم این دارو کانترا ایندیکیتد هستش و من مصرف هستش و نباید در زمان شیردهی از این دارو استفاده بشه چون که ممکنه که برای توی قسمت برست فیدینگ این دارو وارد شیر مادر بشه و از شیر مادر وارد بدن نوزاد بشه که داره از شیر مادر تغذیه میکنه و مشکلات جدی رو برای نوزاد به همراه بیاره خب مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین اگر از کانال ما خوشتون میاد میتونین کانالمون رو سابسکرایب بکنین چون که ما همیشه در مورد محتواهایی در مورد داروهای جنریک و داروهای از قبیل این و داروهای مختلف صحبت میکنیم لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه مرسی